آقای قریشی، دیدگاه شما رو می‌خوایم داشته باشیم در رابطه به این مبادله نفت در برابر برنج بین جمهوری اسلامی و پاکستان. بله، با سلام. این ببین، جمهوری اسلامی چنین وانمود میکنه که مهمترین مشکل اقتصاد ما تحریم ها هن. که درست نیست. این تحریم ها حتی مشکل دوممون هم نیستن. این رو میگن که خب تحریم ها تقصیر امریکا، گناه رو بندازن اینجا. مشکل بزرگ ما اینه که یه مش باند مافیایی جمع شدن، اقتصاد رانتی میگیرن، میخورن، و اون مشکل اول. مشکل ثانوی همونه که عضو FATF نیستیم. FATF برای بانک های کوچیک لازم عضویتش، برای اینکه همدیگر نمیشناسن، تجارت بعد از طریق اون صورت بگیره. منتها ایران نمیخواد عضو FATF بشه، برای اینکه اگر بشه بانک هاش اون وقت معلوم میشه که اکثر این بانک ها همه ورشکستن و فلواقع قلک همین باندای مافیایی هم کرد و خواسته رفته ازش پول در آورده. برای اینکه این کار رو نکنم، برای از لیست سیاه FATF بیرون نیان، نتیجهش اینه که میان این کارهای تهاتوری رو میکنن و حالا معلوم نیست پاکستان چی میده چی میگیره، ولی علتش اینه که اینا بانکاشون حساب کتاب نداره، در نتیجه هیچ بانکی حاضر نیست باشون کار کنه. حتی بانک کوچیکی که از امریکا مثلا ترسی ندارن و اتفاقا علاقه دارن با ایران تبادل داشته باشن، چون بانک رو نمیشناسن، چون ایران عضو تو لیست سیاه FATF، این کار رو نمیکنه. ایران مجبور میشه تهاتوری اقدام کنه. بله آقای قریشی، مقام های جمهوری اسلامی سالها از خودکفایی در تولید گندم حرف زدن، اما حالا به نظر میرسه به رغم تمام تبلیغاتی که در این زمینه در طول این سالها صورت گرفته، جمهوری اسلامی هنوز به خودکفایی در این زمینه نرسیده. نظر شما چی است؟ بله، همطور که فرمودین که هیچ وقت نبوده خودکفا ایران. آخرین آمار معمولی نرمالی که ما داریم قبل از کرونا و اینا مال 2019 است. ایران حدود 1 تا 2 میلیون، یعنی 10 میلیون تولید داره، حدود 11.5-12 میلیون تن مصرفشه. این تفاوت رو وارد میکنه. اتفاقی که امسال افتاد به علت خوشسالی، به علت مشکلاتی که ایران نتونست این خرید تضمینی که دولت بناش بود 10 میلیون بخره، 4.5 میلیون بیشتر نتونست بخره. در نتیجه گفته شد که این آمار 9 میلیون هم از منبعش از وزارت کشاورزی امریکا بود که روز یه سری مؤلفه‌ها گفتن ایران 9 میلیون احتیاج، 9 میلیون کمتر احتیاج داره البته، و یه مقدارش هم خریده، یعنی مشخصا 1 میلیون رو توی بازارهای اروپا آلمان خرید، 2-3 میلیون هم از روسا خریده و بعد هم این رو رفت اضافه کرد شده 3-4 میلیون. با وجود این کمبود دارن. منتها صحبتی که متاسفانه باید کرد اینه که چقدر ما بعضمون عقب رفته. یه وقتی بود که بحث این بود که آیا گوشت قرمز تازه بخوریم یا گوشت قرمز یخ زده. گوشت که از سفره رفت، مرغ که رفت، لبنیات که رفت، تخم مرغ که رفت، برنج که رفت، حالا بحث اینه که آیا ما نون خالی داریم بخوریم یا نه. یعنی مشکل و چیزمون این شده که آیا ما نون خالی داریم، اونم حالا دولت میگه نگران نباشین نون خالی داریم. عجب افتخاری داره واقعا. بله، ممنون از شما. محمد رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون همراه ما بودند.